ارشاد از ممنوعیت فعالیت این دو خبر داد. جای تعصب و تعصب این رفتارها رفتارهای ضد فرهنگی و ضد اخلاقیه. ما نسل فتوشاپ شدگانیم، نسل زنانی که اگر از نوک پا تا فرق سرشون مطابق قوانین اجباری در ایران پوشیده نباشه، هستن کسایی که با فتوشاپ عملیات با حجاب سازی رو اجرا کنن. سلام، من مسیح علی نژاد هستم با چهاردهمین برنامه تبلت. باز هم یک هنرپیشه زن ایرانی چند عکس بدون حجاب از خودش منتشر کرده و باز هم رسانه‌های وابسته به حکومت با فتوشاپ افتادن به جونش تا با حجابش کنن. هنرپیشه‌های زن ایرانی، خصوصا اونهایی که اعتقادی به پوشش اجباری ندارن، معمولا هیچ وقت نمیتونن مسئولان و تصمیم گیران داخل کشور رو راضی نگه دارن. یعنی همیشه یا دست دادن و روبوسی کردنشون با هنرپیشه‌های خارج کشور براشون دردسر ساز شده و یا روسری‌های نصف و نیمه شون مشکل ساز شده. اما برداشتن همین حجاب نصف و نیمه برای یک هنرپیشه زن ایرانی، حتی اگه آغاز راه هم باشه، میشه پایان خط. صدف طاهریان، هنرپیشه جوانی که بعد از بازی توی 5 تا سریال تلویزیونی و 3 تا فیلم سینمایی ترجیح داده که حجاب اجباری رو از سرش برداره و چند تا عکس بدون حجاب از خودش توی اینستاگرام و فیسبوکش منتشر کنه، نتیجه این شد که هم فوش بخوره هم فتوشاپی بشه. گفتگوی مفصلی انجام دادم با صدف طاهریان، بازیگر جوان سینما و تلویزیون ایران. بخشی از اون رو اگر همراه بشید متوجه میشید که ماجرا از چه قراره و چرا این بازیگر جوان روسری رو از سرش برداشت. واقعا ناراحت بودم، یعنی حس خوشحالی نداشتم، حسم پر از هیجان، پر از نگرانی، پر از استرس که چه اتفاق قرار بیفته، قراره که چی بشه بعد از گذاشتن این عکسا. ولی جسارتم از جایی شروع شد که به گذشته فکر کردم. وقتی گذشته رو مرور کردم، وقتی که از دفترهای مختلف سینمایی به هم زنگ می‌زدن و با کلی شوق و ذوق می‌رفتم سمت دفترشون برای بستن قرارداد، اما متاسفانه با جملات وقیحانه مواجه می‌شدم و این باعث می‌شد که از اون دفتر تا خود خونه فقط اشک می‌ریختم، فقط گریه می‌کردم که چرا، برای چی. در مورد هر چیزی صحبت میشد به جز کار. خب یعنی چی؟ پیش خودم فکر میکردم که من چی کار کردم؟ من با چه ظاهری رفتم اونجا؟ خیلی ساده، خیلی نرمال، مثل تمام کسای دیگه که ما روزی 1000 نفر رو داریم توی خیابون میبینیم. از صدف طاهریان پرسیدم وقتی واکنش‌های هم رسانه‌های وابسته به حکومت و هم بخشی از کاربران اینترنت رو در مورد عکس‌های بدون حجاب خودش دیده، واکنشش، حس خودش چی بوده؟ من فقط توقعی از فرهنگ ایرانی نداشتم که این همه اهانت بشنوم و این همه توهین بشنوم و واقعا نمیتونم مثل خودشون جواب بدم، نمیتونم مثل خودشون برخورد کنم و فقط میتونم بگم که متاسفم، واقعا هیچی ندارم در جواب این سوال بگم. من دلم میخواد که جای زندگی کنم، دوست دارم جوری زندگی کنم که خودم خوشحالم، به هم توهین نمیشه. میلیون ها زن توی ایران زندگی میکنن که اساساً نه روسری اجباری رو دوست دارن، نه اعتقادی به پوشش چادر و حجاب دارن، ولی وقتی برید سینما یا تلویزیون ایران سریال های ایرانی رو بخواد نگاه بکنید، اصلا این زنان رو نمیبینید. حالا من از صدف طاهریان همین سوال رو پرسیدم که با این تناقض چطور کنار میاد، اینکه خودش هیچ وقت نمیتونه نقش مادرش، نقش دوستانش و زنان تو کوچه خیابون رو بازی بکنه و حتی توی اتاق خواب و یا تو رخت خواب هم باید با روسری بره. با این حس هنرپیشه‌های زن ایرانی چطور کنار میاد؟ من اگر چادر سرم کردم و جلوی دوربین ظاهر شدم، فقط به خاطر عشقم به سینما و اون نقشی بود که میبایست اجرا میکردم. ولی کسی نمیدونست که وقتی من اینجوری ظاهر میشم، درونم چیز دیگه ایه. اما مجبورم توی کشوری دارم زندگی میکنم که چارچوب خاص خودش رو داره، کاری رو دوست دارم انجام بدم که مجبورم اینجوری برم جلوی دوربین. وقتی که شما توی خونه هستی، دختر یک خانواده هستی یا همسر یه شخصی هستی و مثلا نقش زن یک آدمی رو داری بازی میکنی، زن و شوهر توی خونه هستی، خب خیلی سخته، خیلی سخته که تو نمیتونی حتی با دست گرفتن همسرت، با دست گرفتن پدرت، برادرت، نمیتونی ابراز احساسات بکنی. وقتی که نصف شب از خواب میپری، باید
فقط گردی صورتت، یعنی در این محدوده میتونی اون هنرت رو نشون بدی و هیچ چیز دیگه ای جایی نداره. خیلی از شما پرسیدین که الان صدف طاهریان با همون سابقه ای که داره دیگه نمیتونه بدون حجاب روی پرده سینما ایران بره یا تو تلویزیون نقش بازی بکنه. من همین سوال رو از خودش پرسیدم که چطور تصمیم گرفت در همون آغاز راه با این حرفه خداویسی بکنه، چون به هر حال خارج از ایران باید از صفر شروع کنی. این یکم ترسناک نیست؟ پاسخ رو بشنوید. نه نمیترسم، واقعا از این موضوع نمیترسم و الان در حال حاضر با شرایطی که هست، با آزادی فکر، با رهایی فکری که دارم و حق انتخابی که دارم در جایی که هستم، سعی میکنم که با تلاش بیوقفه خودم روزی برسه که تمام این عزیزانی که در حال حاضر با خشم به من حمله میکنن و به من اهانت میکنن و به من توهین میکنن و این همه واکنش منفی به من نشون میدن، به جایی برسم، به جایگاهی برسم که خودشون یه روزی تشویقم کنن. صدف طاهریان در بخشی از این گفتگو گلایه میکنه از پیشنهادهای بیشرمانه به تعبیر خودش و میگه اگر یک زن به یک سری از پیشنهادات در سینما ایران تن نده، ممکنه راه پیشرفتش با مانع مواجه بشه. بیشترین چیزی که من رو توی سینما ایران آزار میداد، توی پشت پرده آزار میداد، حرفایی بود که میشنیدم، حرفایی از جمله اینکه تا من نخوام تو نمیتونی عکست بره بالای پرده، تا من نخوام تو نمیتونی قرارداد رو ببندی، تا من نباشم حمایتت کنم تو نمیتونی ستاره بشی، باید کنار من باشی، باید. این بایدها خیلی من رو آزار میداد، اذیت میشدم وقتی که من جلوی دوربین کارگردانی بودم که کارگردان تو ذهنش چیزهای دیگه داشت سیر میکرد، جز اینکه بخواد به بازی من توجه کنه، جز اینکه بخواد من رو راهنمایی کنه، فقط منتظر بود که پلان سکانس گرفته شه، بسته شه، بعد دوباره بیاد شروع کنه حرف زدن توی گوش من. من فقط راجب خودم دارم حرف میزنم، راجب چیزهایی که دیدم دارم حرف میزنم، کما اینکه 5 تا 6 تا قرارداد نقش یک سینمایی رو میذاشتن جلوی من و فقط یک توقع از من داشتن که یک ماه، حتی وقتم برام تعیین میکردن، خیلی جالبه که وقتم تعیین میکردن که یک ماه کنار ما باش. مسیج هایی که به من میدادن، حرف هایی که میزدن، تلفن هایی که به من میزدن و خیلی خیلی برام دردناک بود شنیدن این حرف ها، خیلی اذیتم میکرد. چرا داد و بیداد میکنی؟ من که دیگه برادر خودم رو خوب میشناسم، من که بودم از خودتون از این متعلقه شه. دهنتو به من سلالی. عاشق یه کاری بودم که برای رسیدن به اون هدفم باید تن میدادم به خیلی از چیزهای دیگه که نمیتونستم، در توانم نبود که بخوام تن بدم. از صدف طاهریان میپرسم چرا وقتی که ایران بودی و این پیشنهادات رو از نزدیک میشنیدی همون موقع اعتراض نمیکردی؟ من با کدوم مجله میتونستم مصاحبه کنم و این حرفا رو بزنم؟ پیش کی میتونستم برم و این حرفا رو بزنم؟ هیچ جایی نبود که بخوان صدای من رو بشنوم. اصلا منشون مهم نبود. میگفتن خودت حتما یه کرمی داشتی که این پیشنهادا رو بهت دادن. هر کسی هر چقدر هم عاشق یک چیزی باشه، اون عشق میتونه عشق به کالا باشه، عشق به اشیا باشه، عشق به شغل باشه یا عشق به آدم باشه، انسان به انسان باشه. هر چقدر هم عاشق باشه ولی اگر ببینه داره خفه میشه، یه کاری میکنه خودش رو رها کنه. منم خودم رو رها کردم. خیلی ها به من گفتن که تو برچسب بازیگری رو خریدی، خیلی ها به من گفتن تو کجای سینمای ایران بودی که حالا میگی ترک کردم. خب عزیزای من، اگر من هیچ جای سینمای ایران نبودم و هیچ وجهه فرهنگی توی ایران نداشتم، پس این همه فوش، این همه اهانت از کجا میاد؟ مگه من چی کار کردم؟ البته تا حدودی هم بهشون حق میدم و تا حدودی هم بهشون حق میدم. چرا؟ چون سالیان سال هستش که دختران و زنهای ایرانی رو تو اون قالب میبینن، مخصوصا بازیگرهای ایرانی رو، بازیگرهای زن ایرانی رو توی اون قالب دیدن. چرا؟ چون بازیگرهای ایرانی مجبورن که در اون چارچوب تلویزیون و صدا و سیمای ایران حجاب داشته باشن. آلبوم شخصی بسیاری از بازیگران ایرانی پر از عکس‌های بدون حجاب و
از آزادی‌های پنهان شده، صورت‌های سانسور شده. وقتی هم یکی از این بازیگران زن تصمیم بگیره خودش باشه، خب از چند طرف بهش حمله میشه. یکی میگه برای دیده شدن لخت شده، یکی میگه بازیگر دست چندان بوده و میخواسته معروف بشه، یکی هم میگه اونهایی که موندن شرف دارن به کسی که رفته و روسریش رو برداشته. اما دیر یا زود همه زنانی که زیر سایه اجبار زیست دوگانه دارن و آلبوم‌های یواشکی، زندگیشون آشکار و علنی میشه و میرسه روزگاری که انتخاب سبک زندگی این همه خشم رو خلق نکنه. What needs to happen in United States for you to flee the country forever, to leave your own country forever? It's a good question. I don't know. I have no idea. That's a really tough question because I value all my friends and my family and my home, so. I can't picture wanting to flee the United States. It'd have to be something disastrous. God forbid a horrible war, plague, things of that nature. I'll say the freedom of speech and like the freedom to have the equal education, because that's the only way this, I feel the generation is gonna, you know, improve. And without that, without equal education, we're slowing down. That women don't have basic rights in other countries, which is really unfortunate. Just basic rights to be able to dress however they want, and basic rights to be able to, you know, be affectionate to their partner or things like that, which I'd totally disagree with. So how do you feel if you are one of these women? What are you going to do? You leave your country or you flee the country forever for good? I would definitely flee my country. I agree with them. They shouldn't be where they don't feel comfortable. If they want to leave and they want to be happy somewhere else, I feel like they should. If they think they will have a better life in another country, then I think they should leave and stay strong. What kind of social freedom, if you lose in the United States, it makes you to say goodbye to your homeland? I never thought about that. Think about it. Freedom of speech would be an important one, and freedom of religion would be another important one. Live in a country which you were not, you know, allowed to even hug each other. Yes. Would you flee the country? Yes, I will. Because it's a sign of affection. Yeah. It's a sign of affection, showing the person that you care for them. So yeah, I would flee the country. If you're like being brought up in a certain social system that won't allow you to express your desires or pursue them in any shape or form, then there's no real point in living. So yeah, maybe if it was something taking freedom, like I have to wear a certain thing every day or have a certain job, I didn't have a freedom to work anywhere I wanted to work, stuff like that. Stuff that I take for granted. Anything that I take for granted will make me flee the country. Because I can't imagine not being able to dance or express myself in any sort of form. Do you possibly risk your life and feed? I would risk my life, yeah. And if I had children, if I had to raise them, I would want them to have the most freedom as possible. So if not, I go. My freedom of speech. We don't want to lose access to school, because it's very important to have learns and to be teach. Mm-hmm. And what? Your fear of expression. Yeah. Freedom of speech, because you should be able to say and feel and do whatever you think is right. You should have the power to be free, you know? If they take away our privileges as young adults too, like if they don't treat us the same like as everybody else and look down on us. Like everyone should be free to be who they want to be, I think. To answer that question for me, because I can't imagine, you know, it's so, because we were born here, we only know that, so I can't even imagine being taken away my rights, you know, to vote, to speak, to write whatever I want to write. So it's just, I can't even imagine that. So that's why it's a tough question. This morning my husband and I were just talking about, you know, the people in New York City in the streets, and you know how it's so awesome that people can dress the way they want, and it's just an awesome place. You know, we were in the makeup store and there were guys with lipstick and this and that, and I said it's great how people can express themselves however they want. تبلت ما تموم شد، ولی شما تبلتتون رو نبندید. ایمیل بزنید و سوژه‌هایی که دوست دارید من براتون گزارش تهیه کنم رو بنویسید، یا اینکه از داستان زندگی خودتون فیلم بگیرید و همراه بشید با تبلت هفته آینده.